برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید ببانی هستم در این روز پنجشنبه دوم دی ماه هست، 23 ماه دسامبر است. مدارس در ایران همچنان تعطیل است. وارد چهارمین ماه سال تحصیلی شد. حالا دوباره یکی به من میگه که نخیر آقا، تو محله ما یه مدرسه هست. مدارس در ایران تعطیل است و این فاجعه است. این همون خورست که صادق هدایت تعریف کرد، گفت از درون میخوره بیرون نمیبینی، ولی درون تو میسابه و از بین میبره. زخمایی در زندگی هست که مثل خوره از درون انسان رو میخورد. این همونه که امروز نمیبینی، فردا صداش در میاد. سال 21 هم عجیب ترین سال بود، به پایان خودش نزدیک میشه. بنابراین در این آستانه سال نو اجازه بده که بریم، فکر میکنم دیگه این آخرین برنامه سال 21 باشه که در خدمت آقای دکتر مصطفی دانش هستیم و در انتظار سال جدید و برنامه های جدید ایشان خواهیم بود. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای دانش، سپاسگزار باشم از همه کوششاش، مهرش به میهن و علی خصوص فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده تا از تجربه و در حقیقت دانسته های او استفاده کنیم. آقا سلام میکنم به شما. سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان ارجمند تلویزیون میهن. ممنون از حضوره. خب بذارید قبل از هر چیز از شما پرسیم این ماجرای کتاب در چه شرایطی داره آقا میگذرنه؟ کی کتاب به زبان خارجی انگلیسی بیرون خواهد آمد انشاءالله؟ خوشبختانه ترجمه کتاب در حال اتمامه. همین روزا ترجمه کتاب تموم میشه و کتاب در حال ادیت شدنه و من امیدوارم که در ماهای اوایل سال 2022 در ماه ژانویه و یا فوریه این کتاب به انگلیسی منتشر بشه. خیلی خوب، پس ما بی‌صبرانه منتظر هستیم تا کتاب به دستمون برسه و از علاقمندان وجدانن خواهش میکنم که این کتاب رو هر جوری میدونید تهیه کنید به دوستانتون. این کتاب ها رو بگیرید عزیزان، بخوانید و به دوستانتون هدیه بدید. بهترینه در این ایام کریسمس. حتی اگر با کسی قهری و دنبال یه بهانه میگردی، بهترین بهانه این کتابه. کتابیست که به راستی یک گنجینه است، یک دارت و معارفه، یه جور روز شماره. چطور شد اینطوری شد؟ و از نگاه دیده یه آدمی که خودش این لحظه ها رو وجدانن دیده از نزدیک، حفظ کرده و اینا رو روی سیاه روی سفید قرار داده تا ما هم آشنا بشیم. اجازه بدید که آقای بهبهانی اگه اجازه بدید چند کلمه من صحبت بکنم. حتما بفرمایید. ببینید کتاب در واقع مجموعه خاطرات من از جنگ ویتنام 1974 و در تمام جنگ‌های سرد، یعنی در واقع کتابی است که بیانگر اینه که در جنگ سرد چه گذشته. من بر اساس خاطرات خودم با آن چیزی که خودم تجربه کردم و نظاره کردم در این کتاب با در پی تفسیر و تحلیل در واقع اتفاقات جهانی بودم.
یعنی کتابی است که دوستان زیادی خوندن، شما باورتون نمیشه. من در ابتدا نمیخواستم این کتابو به انگلیسی ترجمه بکنم، ولی اساتید زیادی از دانشگاه‌های آمریکا، پروفسورهای ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا و حتی در آلمان به من پیشنهاد کردند که این کتاب برای خوانندگان انگلیسی زبانم میباشه و حتما باید این کتاب ترجمه بشه. به همین خاطر من این کتابو ترجمه کردم و خوشبختانه اساتید بزرگ آمریکایی در واقع تایید کردن این کتابو. این کتاب توسط شخصی به نام هوخشایلد، آدم هوخشایلد، در واقع یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکایی اینو تایید کرده، کتاب خونده و تایید کرده و بروی جلد این کتاب مطلبی نوشته که منتشر خواهد شد و کسان دیگری، پروفسورهای دیگری معروف آمریکایی این کتابو تایید کردن. من همکنون محتاج و نیاز به ناشر آمریکایی دارم. اگه دوستانی که صحبت منو امروز میشنوند و با ناشرین آمریکایی تماس دارن، آشنایی دارن، میتونن به من کمک بکنن، میتونن با شما تماس بگیرن، میتونن به آدرس ایمیل من تماس بگیرن، به من کمک بکنن و هر کمکی که دوستان مایلن به این کتاب برای انتشار انگلیسی اون بکنه، میتونن چنین کار رو بکنن، با من تماس بگیرید و خیلی خوشحال میشم که در واقع این کتاب به زودی به انگلیسی منتشر بشه و به ویژه در اختیار جوانان ایرانی که به زبان فارسی آشنایی ندارن، به ویژه ایرانیانی که در آمریکا هستن، در اختیار اون قرار بگیرن و اونا بدونن در واقع در جنگ سرد در جهان چه گذشته و کسی که بیش از 250 سفر جنگی در سراسر جهان داشته و مشاهدگر اتفاقات جهانی بوده، در رابطه با جنگ سرد چی می نویسه. آقا ممنون، توضیح خوبی بود. امیدواریم که دوستان همت کنن و واقعا پیگیر باشیم. ما هیچ راهی نداریم، ما عده محدود هستیم، بنابراین راه اونه که دست در دست هم نهیم به مه و میهن خیش را کنیم آزاد. راهش همیناست، راه دیگری نداریم. ما باید با کنف حمایت یک دیگر این راه رو پیش ببریم. بذارید بپرسم از شما، فکر میکنم که مهمترین موضوع الان داستان افغانستان و طالبان است و کنفرانس اسلامی که در پاکستان شکل گرفت، سخنرانی یا خزعبلاتی که این عمران خان اونجا مطرح کرد. این مرد مثل این که کور و کره، یادش رفت. افغانستان قبل از اینکه ایران در عصر رضا شاه کشف حجاب کنه، اونا کشف حجاب کرده بودن، اونا دانشگاه داشته بودن، اونا مدرسه داشته بودن قبل از رضا شاه. حتی وقتی که رضا شاه خانوادهش، وقتی که این خانواده پدر ظاهر شاه از یک سفری به ایران میاد، مورد استقبال رضا شاه قرار میگیره، آخوندها در ایران اعتراض میکنن که این خانواده های لخت و پتی چرا در اومدن در حضور شاه شیعه. بنابراین عمران خان حرفای، چرا این حرفا رو زده؟ دانشجوی دانشگاه آکسفورد انگلستان، قهرمان کریکت، یا آدم از تو کوچه نیومده، ولی چرا، چه عمدی داشت که تحقیر کنه مردم افغانستانو؟ خودش یک سواله. به هر حال میپرسیم از شما، امروز سازمان ملل هم همون راه رو ادامه داده و آمریکا به دنبال ایجاد راهکارهایی است که بتونن کمک مالی بکنن. بفرمایید ببینیم که چه گذشت از این کنفرانسی که در پاکستان بود و تا وضعیتی که سازمان ملل ترک کرد، نقش آمریکا. بفرمایید. بسیار ممنونم آقای بهبانی و امروز شاید من صحبتایی رو بکنم که برای بسیاری از بینندگان حتی حیرت آور باشه در رابطه با طالبان و نقش آمریکا و حتی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در رابطه با طالبان. خب میدونیم که در روزهای گذشته، هفته‌های گذشته،
گزارش هایی که از افغانستان میاد بسیار وحشتناکه و طبق گزارش سازمان ملل متحد 97% مردم افغانستان همکنون در فقر زندگی میکنن. گفته میشه در امسال 14 میلیون کودک در افغانستان با فقر روبروست و خطر اینکه 1 میلیون کودک در هفته های آینده و در ماه های آینده در واقع فوت بکنن بسیار زیاده بر اثر گرسنگی و فقری که در افغانستان وجود داره. من همیشه به این مطلب اشاره کردم آقای بهبهانی، فراموش نکنیم که در دوحه پایتخت قطر پیمان صلح بین آمریکا و طالبان امضا شد، پیمان صلحی که ما هنوز مفاد اون رو نمیدونیم، ولی برای من شک و تردیدی وجود نداره. زمانی که آقای کرزای چند روز پیش، یعنی رئیس جمهور پیشین افغانستان که توسط آمریکا به قدرت رسید، چند روز پیش با خبرگزاری آسوسییتد پرس میگه که در واقع دولت اشرف غنی با اطلاع و تایید دولت آمریکا از او خواسته بوده با طالبان مذاکره بکنه و قدرت در افغانستان تقسیم بشه. یعنی در واقع طالبان در پیمان دوحه با آمریکا به این توافق رسیدن که نقش اساسی را در افغانستان بازی بکنن و اینو امروز آقای حمید حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان میگه، کسی که در واقع توسط نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان به قدرت رسید و میگه اون وظیفه داشته از طرف اشرف غنی که به دوحه بره با طالبان مذاکره بکنه و قدرت رو در افغانستان تقسیم بکنه. یعنی لااقل میتونیم تا اینجا به این مطلب اشاره بکنیم که آمریکا خواهان این بوده که طالبان نقش اساسی رو در دولت آینده افغانستان بازی بکنن. اینی که بعدن چه اتفاقی افتاد و اشرف غنی در روز 15 اوت امسال از کاخ ارگ خارج شد و شبانه و یک روزه باعث سقوط سقوط دولت اشرف غنی و دولت به اصطلاح دموکرات افغانستان شد مسئله دیگری است. ولی واقعیت اینه که آمریکا خواهان این بوده، نه تنها آمریکا و کشورهای ناتو خواهان این بودند که طالبان نقش اساسی رو در افغانستان به عهده بگیرند. علتش هم کاملا واضح است. من میخوام امروز در این مورد صحبتی داشته باشم. شاید خیلی ها در واقع به این مطلب اشاره نکنن و به این موضوع توجه نکنن. ببینید امروز با تصمیمی که دولت جو بایدن گرفت و در روزهای گذشته بخشی از پولهای افغانستان رو آزاد کردن، گرچه پولهای بانکی افغانستان آزاد نشده، یعنی 10 میلیارد دلار هنوز در بانکهای آمریکا مسدود هستند، ولی دولت آمریکا و دولت آقای جو بایدن تصمیم گرفت که پولهای زیادی رو در واقع آزاد بکنن و به افغانستان بفرستن، گرچه گفتن که این پولها را در اختیار طالبان نمیگذارن، در اختیار سازمانهای کمک رسانی میذارن تا به مردم افغانستان کمک بشه، ولی در حدود بیش از 1 میلیارد دلار هم اکنون آزاد شده و میدونیم که دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و آمریکا در واقع در مقابل طالبان عقب نشینی کردند. امروز این طالبان هستند آقای بهبهانی، من اینو با تمام شفافیت میگم و اشاره میکنم که چرا این طالبان هستند که آمریکا و غرب و اتحادیه اروپا و حتی چین و روسیه از اونها حمایت میکنند. چرا؟ برای اینکه از طالبان میخواند در مقابله با نیروهای بسیار رادیکال اسلامگرا و جنبش داعش که در افغانستان امروز بسیار قوی شده، در مقابل اونها در واقع بیستند و غرب را از حمایت بکنند در رابطه با مبارزه با تروریسم اسلامی. گرچه این سیاست آمریکا و حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای غرب بسیار پرهزینه خواهد بود، ولی ما میبینیم که همکنون در دوحه پایتخت قطر رهبران غرب، رهبران آمریکا، رهبران اروپا هر روز با طالبان مذاکره میکنند و در واقع به دولت طالبان مشروعیت دادند، گرچه به طور رسمی اونها رو به رسمیت
نشناختند، ولی واقعیت اینه که به دولت طالبان مشروعیت دارند. خب هنوز در لیست ترور آمریکا طالبان قرار دارند، در لیست ترور آمریکا و حتی اتحادیه اروپا. و جالبتر از اون اینه که همین دیروز سازمان ملل متحد به وزارت داخله افغانستان، یعنی وزیر داخلی افغانستان سراج الدین حقانی است که در لیست ترور آمریکاست، و آمریکا برای سر سراج الدین حقانی به عنوان وزیر خارجه وزیر داخلی افغانستان 10 میلیون دلار هزینه و 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. ولی سازمان ملل متحد دیروز با وزارت داخلی افغانستان معاهده بسته در حدود 270 میلیون دلار. سازمان ملل متحد در اختیار وزارت داخلی افغانستان به وزارت آقای سراج الدین حقانی قرار داده که از مأمورین و نمایندگان سازمان ملل متحد در افغانستان در مقابله با داعش حمایت بکنن و اونها را محافظت بکنن. یعنی در واقع آزاد کردن بخش زیادی از پولهای آمریکا و تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ضمن هم چین و هم روسیه این قطعنامه شورای امنیت رو دیروز تایید کرده، در واقع به این خاطره که طالبان قادر باشند در مبارزه با داعش از این پولها استفاده بکنن و در واقع اجازه ندن یک بار دیگه تروریست از افغانستان برای غرب، برای آمریکا، برای اتحادیه اروپا و برای چین و روسیه مشکلی به وجود بیاره. اینو باید با صراحت کامل امروز مطرح کرد. برای غرب دیگه مطرح نیست که طالبان حقوق بشر رو نقض میکنن، تصاوی حقوق زن و مرد از بین بردن، صدها نفر را در روزهای گذشته سر بریدند و صدها نفر مفقود شدند و بیش از 100 جنرال ارتش سابق افغانستان هم اکنون مفقود شده و طبق گزارش های سازمان های خارجی به قتل رسیدند. اصلا دیگه این مطرح نیست. آنچه که برای اونها مطرح است در واقع اینه که کشوری مانند افغانستان و حکومت طالبان بتونن در مقابله با داعش، این نیروی خطرناکی که بزرگترین خطر را در افغانستان به وجود آورده، مقابله بکنن و ایستادگی بکنن. و در این رابطه در واقع آمریکا و کشورهای غربی کمک‌های زیادی به طالبان در آینده خواهند کرد. در واقع مذاکراتی که در دوحه میشه و مذاکراتی در خود کابل اتفاق میافته، همین چند روز پیش سفرای هلند و آلمان به سراغ طالبان به کابل شتافتند و با اونها مذاکره کردند. این واقعیتی است که امروز باید بپذیریم. و باید به این مطلب هم اشاره بکنم آقای بهوانی، بسیار مهمه. در واقع غرب و آمریکا از طالبان حمایت میکنه و از طرف دیگه طالبان حقوق بشر رو نقض کردن. یعنی طالبان در واقع در شرایطی قرار دارن که در بحران عظیمی قرار دارن. از یک طرف اگه چهره نرمی از خودشون در افغانستان نشون ندن، باعث تقویت داعش میشه. همکنون عده زیادی از نیروهای تندروی طالبان در بخش راست طالبان به داعش پیوستند، به خاطر اینکه طالبان در واقع شریعت اسلامی را آنطوری که در سال 1996 تا 2001 پیاده می‌کردند پیاده نکردند. این باعث این شده که داعش تقویت بشه، نیروهای زیادی از طالبان، نیروهای جنگی طالبان در کنار داعش قرار بگیرند. این یک واقعیته. واقعیت دوم اینه که اگه در واقع اکنون طالبان با بخوان به خواسته های آمریکا و غرب به خواسته اونا توجه بکنن و حقوق بشر رو در افغانستان رعایت بکنن، طبیعتاً عده زیادتری از رادیکال های طالبان به طرف داعش خواهند رفت. این مشکلی است که امروز آمریکا و غرب با اون روبرو شده و امروز باید به این مطلب اشاره بکنیم که غرب و آمریکا با طالبان مماشات میکنن برای که طالبان چنین تضمینی را
قبلا در پیمان دوحه به آمریکا داده و طالبان چنین تضمینی را در مذاکرات اخیر در دوحه و در کابل به آمریکایی‌ها و اتحادیه اروپا و حتی چین و روسیه دادند که جنای داعش و بیش از چندین هزار نیروهای داعش که در شرق افغانستان و همکنون در شمال افغانستان سفارایی کردند جلوی اینا را خواهند گرفت. بدین ترتیب آن چیزی که غیر قابل تصوره امروز داره در افغانستان با واقعیت روبرو میشه. غرب و ناتو از افغانستان خارج شد و تمام هزینه های در واقع حقوق بشری را پذیرفت به این خاطر که بتونه با ابزار طالبان با نیروهای بسیار رادیکالتر یعنی داعش و نیروهای جنبش های اسلامی ازبکستان و تاجیکستان در افغانستان مبارزه بکنه تا طالبان بتونن در واقع خطر داعش رو برای غرب از بین ببرن. ما میدونیم که امروز در واقع اتحادیه اروپا و کشورهای مانند فرانسه و آلمان و بلژیک وحشت زیادی از تروریست و حتی از مهاجرین افغانستان دارن که مهاجرین زیادی وارد اروپا بشن به خاطری که بتونن جلوی در واقع تروریسم داعش و نیروهای رادیکال رو بگیرن. امروز غرب مجبور شده در کنار طالبان قرار بگیره، با طالبان مماشات بکنه. بخشای زیادی از پولها دیروز و در هفته‌های گذشته آزاد شده و همین دیروز کاخ سفید اعلام کرد که بخشای زیادی از پولها را آزاد میکنه و طبیعتاً برای شخصی مانند من که افغانستان رو به خوبی میشناسه، 70 سفر به افغانستان داشته، نتیجه این سیاست این خواهد بود که طالبان در آینده نزدیکی در واقع تقویت بشن، حکومت خودشون رو در افغانستان مستحکم بکنن و با کمک غرب به جدل و مبارزه و جنگ با داعش در داخل افغانستان برن. خیلی ولی عجیب و غریبه، یعنی در عین اینکه اینا مخالفند و میگن اینجور نباشه اونجور نباشه، ولی آمریکا چندگانه داره بازی میکنه. بذارید این رو برمیگردیم دوباره، چون مطمئنم دوباره بازگشت خواهیم کرد به اینجا. بریم سراغ این جنگ شرق و غرب. آیا پوتین میخواد دوباره جنگ شرق و غرب، یعنی اینو به راه بیندازه، این لشکرکشیش به اوکراین، این که میگه ناتو رو قبول ندارم، کشورهای عضو ورشو باید برگردن از ناتو بیان بیرون و عضو پیمان ورشو باقی بمانن، چیه؟ این چرا این کار رو داره میکنه به نظرت؟ ببینید افتدا اشاره بکنید به قبل از سقوط دیوار برلین در سال 1989. در اون زمان در مذاکراتی که بین گورباچوف و رهبران غرب و آمریکا و به ویژه هلموت کول صدر اعظم آلمان اتفاق افتاد و در واقع گورباچوف رهبر شوروی سابق پذیرفت که دیوار برلین سقوط بکنه و وحدت آلمان به وجود بیاد، یکی از قول‌هایی که به طور شفاهی کشورهای غربی و رهبران غرب به گورباچوف دادند این بود که ناتو از مرزهای آلمان شرقی به طرف روسیه دیگه پیشروی نداشته باشه. اینو شما در تمام اسناد میخونید. در واقع آن چیزی که گفته شد این بود و به ویژه هلموت کول به گورباچوف قول اینا داد که با وحدت آلمان ناتو از شرق آلمان دیگه به طرف مرزهای روسیه پیشروی نخواهد داشت، گسترش نخواهد یافت. ولی خوب دیدیم که چنین نشد. کشورهای زیادی مانند لهستان، کشورهای بالتیک و کشورهای زیادی دیگری در واقع رومانی و بلغارستان، اینا همه عضو ناتو شدند. و اگه بیاد داشته باشیم، بله سوالی دارین میتونی سوال مطرح بکنین آقای، در صورت عضو ناتو شدن و اگه ما به جنگ گرجستان توجه بکنیم در سال 2008
در واقع در 2008 صحبت از این بود که گرجستان عضو ناتو باشه و در اونجا جنگی بین روسیه و گرجستان اتفاق افتاد و روسیه اجازه نداد که گرجستان عضو ناتو باشه. این اتفاقی است که در سال 2008 افتاد. ولی در جریان جنگ اوکراین ما متوجه شدیم که یک بار دیگه این مسئله مطرح است که اوکراین باید عضو ناتو بشه. در همون زمان در سال 2014 با سقوط دولت اوکراین و اینکه دولت جدید در کیف به قدرت رسید، این مطرح شد و قبلا هم مطرح بود که اوکراین خواهان این بود که عضو ناتو بشه و هیچ زمانی روسیه اینا نپذیرفته بود که اوکراین کشوری که در مرزهای روسیه قرار داره عضو ناتو بشه و در واقع نیروهای ناتو در مجاورت مرزهای روسیه قرار بگیره، یعنی چند کیلومتری مرزهای روسیه قرار بگیرن. و امروز مسئله بدین ترتیبه که اوکراین هنوز عضو ناتو نیست و در آینده نزدیکی هم معلوم نیست که اوکراین عضو ناتو بشه. یکی از اصولی که ناتو پذیرفته اینه کشورهایی را عضو خودش میکنه که این کشورها در مشکلات و جنگ داخلی و مشکلات با روسیه نباشن. یعنی در واقع اوکراین در آینده نزدیک در سالهای آینده هم عضو ناتو نخواهد بود، ولی با یک تفاوت عجیب. و اون تفاوت اینه که امروز در داخل اوکراین جنگ شدیدی بین استانهای مختلف روسنشین اوکراین با دولت مرکزی وجود داره و در این جنگ ها که در این استانهای دونتسک به طور مثال، یکی از استانهای بزرگ شرق اوکراین که روسا در اونجا اکثریت دارن و با دولت مرکزی می جنگن، در واقع نیروهای ناتو در کنار دولت اوکراین قرار گرفتن. بزرگترین تجهیزات نظامی رو امروز ناتو به دولت اوکراین در کیف میده و حتی سربازان انگلستان و سربازان آمریکا در واقع مشاورین ارتش اوکراین و مربیان نظامی ارتش اوکراین هستند. و اینا چند روز پیش حتی بریتانیا اعتراف کرد که سربازان بریتانیا، یعنی یکی از اعضای مهم ناتو، در کنار ارتش اوکراین قرار گرفتن و پولهای زیادی را کشورهای ناتو و آمریکا و کمکهای تسلیحاتی زیادی را کشور آمریکا و ناتو به ارتش کیف و ارتش اوکراین داره میکنه. یعنی در واقع به طور غیر رسمی و عملا امروز نقش ناتو در اوکراین نقش بسیار اساسی است و این مشکلی است که امروز روسیه و آقای پوتین با اون پیدا کرده. پوتین میگه که هیچ زمانی نباید اوکراین عضو ناتو باشه. کشورهای غربی میگن که این در واقع تصمیم خود کشورهاست که آزادانه تصمیم بگیرن در کدوم سازمان عضو خواهند شد و عضو نخواهند شد. این اختلاف اساسی است. نکته دومی که بسیار مهمه اینه که امروز در داخل اوکراین در واقع تجهیزات بسیار مدرن ناتو و آمریکا قرار گرفتن و این تجهیزات در نزدیکی‌های مرزهای روسیه هم قرار گرفتن و اینا امروز پوتین نمیخواد بپذیره که عملا ناتو در اوکراین نقش اساسی رو بازی میکنه و این مشکل دیگری است که امروز پوتین به اون اشاره کرده و پوتین در روزهای گذشته اشاره کرده که موشک‌های بالیستیکی خودشو، موشک‌هایی که با کلاهک‌های اتمی است، اکنون در مرزهای روسیه و مرزهای کشورهای شرقی اروپا و کشورهای بالتیک، لهستان و حتی اوکراین جابجا می‌کنه. امروز وحشتی که روسیه از ناتو داره اینه که میگه که موشک‌هایی رو که آمریکا و ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه مستقر کردن در مدت 5 دقیقه میتونن مسکو رو بزنن، مسکو پایتخت این کشور رو بزنن و به همین خاطر پوتین چنین مطرح میکنه: زمانی شما شفاهان به ما گفتید که گسترش ناتو رو نمیخواید ولی این کار رو انجام ندادید، ناتو گسترش پیدا کرد در کشورهای بالتیک، در لهستان، در رومانی، در بلغارستان جابجا شد و امروز شما دارید همین کارا در اوکراین انجام میدید
و اون این موضعی است که امروز من فقط برای روشن شدن موضع پوتین اینو مطرح میکنم. من به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار در واقع نظر خودم رو مطرح نمیکنم، فقط نشون میدم که چه اختلافات شدیدی وجود داره و امروز پوتین از ناتو میخواد که در واقع در اوکراین نیروهای خودش رو از اوکراین خارج بکنه و در واقع به اوکراین کمک نظامی نکنه و دیگه نیروهای جدیدی را وارد کشورهای بالتیک در مرزهای روسیه نکنه و در اونجا موشک‌های در واقع موشک‌های بالستیکی آمریکا را مستقر نکنن. اینها مشکلاتی است که امروز پوتین با غرب داره و شفاهم چنین تضمین رو میخواد که ناتو این کار رو انجام نده. این مشکلاتی که وجود داره. طبیعتاً اگه بیاد داشته باشیم آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در هفته گذشته، در دو هفته گذشته در ویدیوی در کنفرانس ویدیویی که با آقای پوتین داشت، پوتین رو شدیداً تهدید کرد، تهدید به تخریب اقتصادی روسیه کرد و آقای بایدن چنین گفت که من بلایی به سر روسیه و اقتصاد روسیه میارم که سابقه نداشته باشه. در واقع این تهدیدی بود که آقای بایدن کرد و خب دیدیم که آقای پوتین سکوت کرد و چندان در این مورد صحبت نکرد، ولی خب فردای آن روز آمد دریای در واقع بین اوکراین و بنادر اوکراین کاملا مسدود کرد به این بهانه که داره در اونجا رزمایش نظامی میکنه. یعنی جواب آقای جو بایدن و پوتین با اون کارش داد، بدونی که کوچکترین اعتراضی به صحبتهای آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا که او رو تهدید به تخریب اقتصادی و نابودی اقتصادی میکرد بکنه. اینا امروز این اتفاقاتی که داره در منطقه میافته خطر بزرگی دنیا رو داره تهدید میکنه و اگه دقت کرده باشید بعد از کنفرانس ویدیویی با آقای پوتین بین پوتین و بایدن، پوتین و شینپینگ کنفرانس مطبوعاتی داشتن و همدیگر را دوستان قدیمی نامیدن و امروز باید بگیم که در واقع وحدت نظامی داره بین چین و روسیه ایجاد میشه و این کابوس بزرگی است برای ناتو و حتی آمریکا. امروز داره چنین وحدتی به وجود میاد. آقای بهمانی، فراموش نکنیم که در زمان آقای نیکسون رئیس جمهور پیشین آمریکا، آقای کیسینجر نه تنها ابتدا مشاور امنیت ملی آقای نیکسون بود، بلکه بعداً وزیر امور خارجه آمریکا در زمان نیکسون بود. آقای کیسینجر در رابطه چین و آمریکا نقش اساسی را در سال 1973 بازی می‌کرد. آقای کیسینجر در سال 1974 در یک صحبتی به آقای نیکسون میگه ما اکنون توانستیم در واقع شکافی بین چین و روسیه، یعنی شوروی سابق، به وجود بیاریم و اون خطر وحدت چین و روسیه را یا شوروی را از بین بردیم. یعنی ما تونستیم با فعالیت در داخل چین و رابطه نزدیکی با چین و ماوتوستون برقرار کردیم، در واقع از وحدت نظامی بین چین و روسیه جلوگیری بکنیم. و آقای کیسینجر به نیکسون میگه که در 20 سال آینده، در 30 سال آینده باید جانشینان شما این بار از روسیه استفاده بکنن و شکافی بین روسیه و چین ایجاد بکنن که چنین وحدت نظامی و حتی وحدت اقتصادی بین چین و روسیه ایجاد نشه. و اینو من به این خاطر میگم که امروز باید بگیم که در واقع آن چیزی را که کیسینجر در اون زمان میگفت به واقعیت تبدیل نشده. امروز ما میبینیم که روز به روز چین و روسیه بیشتر به هم نزدیک میشن، هر چی بیشتر دولت آمریکا بر علیه چین و روسیه اقدام میکنه و اونها را تحریم میکنه، نزدیکی چین و روسیه تقویت میشه و این کابوسی است که امروز به وجود آمده. و طبیعتاً با این قدرتی که چین، قدرت اقتصادی که چین داره و معامله گازی که برای 20 سال به مبلغ در حجم 500 میلیارد دلار بین چین و روسیه بسته شده، در واقع روسیه احساس میکنه که از لحاظ اقتصادی پشتوانه عظیمی در چین داره و چنین براش مطرح نیست که آمریکا هر روز اون رو تحریم بکنه.
و این قدرتش که امروز آقای پوتین پیدا کرده و آمریکا و غرب رو تهدید میکنه که اگه شما به سیاست خودتون در ناتو ادامه میدید و هر روز بیشتر به مرزهای روسیه نزدیک بشید، اون اقدامات نظامی و تکنیکی انجام میده. این در واقع اون تهدیدی است که پریروز پوتین کرده، میگه اقدامات نظامی و تکنیکی. تکنیکی من نمیدونم منظورش چیه، حتما جنگ سایبری و جنگ الکترونیک. ما میدونیم امروز روسیه در جنگ الکترونیک در حدود 20 سال از آمریکا جلوتره. اینا رهبران پنتاگون و در واقع ژنرال های پنتاگون مطرح میکنن که آمریکا در غفلت بود و امروز روسیه از طریق جنگ، در واقع از راه جنگ الکترونیک 20 سال از آمریکا پیشی گرفته. این چیزیست که پوتین مطرح میکنه. و من یک بار دیگه اینجا به طور بسیار بی‌طرفانه مطرح بکنم که آقای پوتین در چند سال گذشته بعد از این که شبه جزیره کریمه را الحاق کرد به روسیه، دکترین نظامی روسیه را مطرح کرد. دکترین نظامی روسیه در حال کنونی اینه که اگه جنگ کلاسیکی بین ناتو و روسیه در بگیره، در واقع روسیه جواب این جنگ کلاسیک رو با بمب اتمی و جنگ اتمی خواهد داد. این دکترین جدید روسیه است. اینا پوتین چندین بار تا به حال مطرح کرده و این خطر بزرگی به نظر من برای جهان و صلح جهانیه و میتونه جهان در آینده نزدیکی در سراشیبی یک جنگ هسته‌ای قرار بگیره. یعنی شما فکر میکنی که پوتین واقعا به دنبال جنگه؟ اینجوری میبینی؟ نه، من به هیچ ترتیب به هیچ شکلی معتقد نیستم که پوتین به دنبال جنگه، برای که جنگ در واقع تخریب روسیه هم خواهد بود، در این مورد شکی نیست. روسیه خواهان جنگ نیست. روسیه خواهان اینه که در واقع در مرزهای خودش بتونه آرامش داشته باشه و ناتو به طرف مرزاش پیشروی نکنن. ولی زمانی که این سیاست ادامه پیدا بکنه، مسئله اینه در واقع در یک شرایط بحرانی میتونه اتفاقاتی بیافته که از پیش پیشبینی نشده و حتی روسیه هم خواهان اون نبوده. یعنی اگه امروز در شرق اوکراین نیروهای ارتش اوکراین قادر باشن در استانهای لوهانسک و استانهای دونتسک، این دو استان بسیار مهم شرق اوکراین که امروز انزواگران و کسانی که در واقع در اونجا برای دولت مرکزی می جنگند و اکثر اونها در واقع روسی زبانند، افراد روس هستند، و اگه امروز دولت مرکزی قادر بشه با تقویت ناتو و سلاح‌های ناتو و پولهای زیادی که در اختیار دولت مرکزی در اوکراین قرار میگیره باعث سرکوب این نیروها در این دو استان بشه و در اونجا خون ریزی بشه، به نظر من شکی نیست که روسیه وارد این دو استان خواهد شد، وارد شرق اوکراین خواهد شد. روسیه در دو روز پیش همونطوری گفتم مطرح کرد که ما با این تهدید با از طریق نظامی و تکنیکی مبارزه خواهیم کرد. یعنی به اندازه کافی به نظر من این مسئله روشنه. گرچه من معتقدم که پوتین خواهان جنگی نیست، نمیتونه خواهان جنگی باشه. روسیه خواهان اینه که آرامش در بخشای شرقی اروپا داشته باشه، در مرزهای خودش باشه تا بتونه در واقع اقتصاد خودش رو بسازه. ما میدونیم از لحاظ اقتصادی روسیه بسیار بسیار در ضعف قرار داره. روسیه خواهان جنگ نیست، ولی در یک شرایط بحرانی و در یک شرایط بسیار خطرناکی که امروز پهپادهای ناتو در داخل اوکراین بازی میکنن، ما میدونیم که اوکراین از ترکیه پهپادهای بسیار مدرنی را خریداری کرده. ترکیه بزرگترین عضو ناتو است بعد از آمریکا در داخل ناتو. ترکیه هم اکنون به اوکراین پهپاد میده و این با تایید ناتو در بروکسل، یعنی با تایید رهبری ناتو و آمریکا اتفاق افتاده و از این پهپادها در جنگ داخلی اوکراین بر علیه استانهای دونتسک و لوهانسک داره استفاده میشه. این اون خطری است که من بهش اشاره میکنم و میتونه این خطر باعث این بشه که
روسیه وارد جنگ بشه و وارد شرق اوکراین بشه و شکی نیست موقعی که روسیه 100 هزار نیرو در این مناطق مستقر میکنه به این خاطره که به غرب و ناتو این اخطار رو بده که در واقع دست از حمایت ارتش اوکراین بردارن و به کمک ارتش اوکراین بر علیه نیروهایی که در دوهانسک و دونتسک دارن می جنگن به کمک اونها نره. اما این وسط الان دو تا موضوع هست، یکی اوکراین ایران و یه جنگم اونور هست داستان هنگ کنگ، و ظاهراً آمریکا در یک مخمصه قرار گرفته و اینا به باور من برمیگرده به از دولت جورج بوش پسر، در حقیقت از سال 2000 آغاز میشه این افول، در حقیقت از اونجا شروع شد. بعد دولت اوباما که رفت در نمیدونم مصر و اسلامی ها رو بهشون میدان داد، و بعد ظهور ترامپ که اصلا آمریکا رو تبدیل به یه جامعه کاملا دو قطبی کرده. الان دعواهایی که اینجا، فکر نمیکنم تاریخ آمریکا چنین چیزی رو، حتی در 200 سال پیشی که جنگ های داخلی بوده و اینا، چنین چیزی رو به خودش ندیده. عده‌ای تو گوشه میدونی بیستن منتظر بشن که فرزند کندی که در صحنه هواپیما اون سال 90 کشته شده، اون بر میگرده و دست ترامپ رو میگیره، با هم میرن کاخ سفید. خب این نشون میده این وضعیت کاملا معلومه. اجازه بدید از شما بپرسم وضعیتی است در لیبی. لیبی رو چجوری بهش نگاه میکنی و این تعداد کاندیدا برای ریاست جمهوری از جمله پسر قذافی؟ چیست ماجرا در لیبی؟ آقای بهوانی اگه اجازه بدید، شما یک مسئله خیلی جالبی رو مطرح کردید درباره اوباما، جورج دبلیو بوش و امروز سیاست آمریکا. ببینید در واقع باید موقعی که ما به مشکل آمریکا امروز اشاره بکنیم، به این مشکل اشاره بکنیم که با جهانی کردن اقتصاد و آزاد گذاشتن سرمایه لیبرال، سرمایه عظیمی از آمریکا در زمان ریگان خارج شد و این سرمایه در تولید به ویژه در چین نقش اساسی رو داشت. و آن چیزی که چینی ها در واقع مطرح کردن در اون شرایط این بود که با آمدن سرمایه آمریکایی، یعنی صدها و هزارها میلیارد دلار به چین، باید فناوری به چین وارد بشه. تا به حال اینطوری بود که موقعی کشورهای غربی در کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکردن، اجازه فناوری به این کشورها نمیادن، در واقع خودشون سرمایه گذاری میکردن، تولید میکردن و سود اون رو از اون کشورها خارج میکردن. اولین بار در تاریخ این اتفاق میافته که در زمان آقای ریگان صدها و هزارها میلیارد دلار سرمایه آمریکایی برای تولید وارد چی میشه، تولیدات اقتصادی و صنعتی را در داخل آمریکا از بین میبرند، این سرمایه وارد چین میشه، این سرمایه لیبرال. و اولین بار دولت چین با هوشیاری کامل در واقع میاد جوین ونچر درست میکنه، یعنی شرکت های مختلف 51% چینی، 49% آمریکایی و غربی درست میکنه و خواهان در تمام قراردادها خواهان اینه که فناوری به چین داده بشه. و این بزرگترین اشتباه غرب در مقابل چین بود و امروز میدونیم که تمام این فناوری ها، چین این فناوری رو به دست آورده، در تمام صنعت بسیار بزرگ چین، در صنایع بزرگ، در صنایع بسیار ظریف امروز چین پیشروی داره، حتی پیشتر از در واقع صنایع در آمریکا و در غرب. این اتفاق امروز افتاده و در طول تاریخ تا زمان جورج دبلیو بوش و بعدن هم در واقع کشورها متوجه نبودن و آمریکا متوجه نبود که روزی چین خطر بزرگ اقتصادی، نه نظامی، خطر بزرگ اقتصادی برای آمریکا و موجودیت آمریکا خواهد.
اولین بار اوباما به این مطلب اشاره میکنه. اوباما در 10-12 سال پیش اگه یادتون باشه، فکر میکنم در سال 2010 بود که آمد گفت استراتژی جدید ما پاسیفیکه، ما دیگه در واقع در مناطق مانند خلیج فارس نقش اساسی رو نداریم، نیروهای اساسی خودمو و نیروهای دریایی خودمو وارد پاسیفیک میکنیم. این اوباما در اون زمان مطرح کرد و طبیعتاً با جنگ ها و اشتباهاتی که قبلاً جورج دبلیو بوش کرده بود و بعداً در واقع در جنگ افغانستان، در جنگ افغانستان ابتدا و در جنگ عراق این تکرار شد، این باعث تضعیف کامل آمریکا شد. یعنی در مدت بیشتر از 20 سال آمریکا در دو جنگ بسیار بسیار خطرناکی قرار گرفت، بیش از 7000 میلیارد دلار، 7-8 تریلیون دلار در اینجا هزینه کرد، پیروزی نظامی نداشت، بزرگترین ضربه به اقتصاد آمریکا خورد و امروز در واقع آقای جو بایدن و بعداً آقای ترامپ به قدرت رسید که اونم فاجعه دیگری بود در سیاست داخلی و سیاست خارجی آمریکا، و امروز آقای جو بایدن داره در واقع سیاست آقای اوباما رو دنبال میکنه و اون میدونه که خطر اصلی در منطقه خلیج فارس نیست. خطر اصلی برای آمریکا، گرچه وانمود میشه که خطر هسته‌ای ایران و خطر موشکی ایران و دخالت ایران در منطقه خطر اصلی و خطر بزرگی برای اسرائیل است، ولی برای آمریکا و اقتصاد آمریکا، یعنی در واقع این اقتصاد آمریکاست و هژمونی اقتصادی آمریکاست که باعث هژمونی نظامی آمریکا در جهان شده. یعنی اقتصاد آمریکا اگه با فروپاشی روبرو بشه و تولید داخلی آنطوری که اتفاق افتاده از بین بره، روزی آمریکا این قدرت نداره دیگه در جهان نقش اساسی رو بازی کنه. آمریکا امروز با آمدن جو بایدن در پی اینه که هژمونی اقتصادی خودشو در واقع دوباره احیا بکنه و این احیا بسته به اینه که با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان امروز چین مبارزه بکنه. آمریکا خواهان جنگ نیست، آمریکا خواهان اینه که در مبارزه با اقتصاد چین و قدرت اقتصادی چین بتونه در واقع یک بار دیگه هژمونی خودشو و قدرت خودشو در جهان تقویت بکنه و احیا بکنه و این خطر بزرگی است امروز برای آمریکا و اینو یک بار دیگه من خواستم بهش اشاره بکنم. شما درباره لیبی سوال میکنید. ببینید اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده آقای بهبهانی، این اتفاقات در 20 سال گذشته از سال 2001 در افغانستان، 2003 در عراق و بعداً در واقع در جنبش‌های به نام جنبش‌های عربی در مصر، در تونس و لیبی تا به امروز و در سوریه، تمام این اتفاقات به نفع آمریکا و غرب نبوده. در واقع بزرگترین ضربه رو این اتفاقات و این جنگ ها، به ویژه جنگ افغانستان و جنگ عراق، در واقع به اقتصاد آمریکا و به هژمونی آمریکا در خاورمیانه زده. من مثالی براتون بزنم که فراموش نکنین چرا من این مطلب رو مطرح میکنم. هستن دوستانی که فکر میکنن من با این صحبتام در واقع آمریکا ستیزم، به هیچ وجه چنین چیزی نیست، من دوستدار آمریکا هستم، ولی من دارم به عنوان روزنامه نگار واقعیت ها رو مطرح میکنم. امروز در شرایطی ما قرار داریم آقای بهبهانی که بزرگترین همپیمان آمریکا، استراتژیک آمریکا در منطقه خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، که زمانی آقای ترامپ صدها میلیارد دلار اسلحه به این کشور میفروخت، امروز عربستان سعودی داره با کمک چین، توجه بکنید بزرگترین دشمن آمریکا در منطقه یا در جهان، داره با کمک چین پایگاه‌های موشک‌های بالیستیکی ایجاد میکنه و در واقع تولید موشک بالیستیک در داخل خود چین انجام میده. یعنی دیگه این آمریکا در واقع دیکته نمیتونه بکنه حتی به عربستان سعودی که با چین وارد معامله نظامی نشو و با چین قرارداد ساخت موشکای بالیستیکی نبند. و امروز CNN اینو فاش کرده، در شب گذشته CNN فاش کرد که بزرگترین تأسیسات تولید موشکای بالیستیکی در عربستان سعودی توسط چین
داره اجرا میشه و همکنون در واقع پروسه تولید موشک‌های بالیستیکی در عربستان سعودی داره به حرکت در آمده. یعنی شما توجه بکنید موقعی که رهبران عربستان سعودی، پادشاهان عربستان سعودی بدون تایید آمریکا آب نمیخوردن، امروز دیگه کشوری مانند عربستان سعودی اعتماد آنچنانی به آمریکا نداره و قدرت آمریکا نداره و دشمن آمریکا چین داره معامله میکنه. در رابطه با روسیه هم به همین ترتیبه، بزرگترین معاملات در زمان محمد ابن سلمان و پادشاهی عربستان سعودی سلمان با روسیه داره اجرا میشه. نه تنها روابط اقتصادی بلکه روابط نظامی داره به وجود میاد. امروز مصر بزرگترین رابطه نظامی رو با روسیه برقرار کرده. مصر که زمانی در واقع همپیمان بدون قید و شرط آمریکا بود. اینها شرایطی است که باید به نظر من باش اشاره بکنیم و تمام اتفاقاتی که در 20 سال گذشته افتاده، از جنگ عراق و افغانستان گرفته و بعداً لیبی و اینی که در واقع رهبری مانند قذافی رو شما آمدید ساقط کردید و ادعا می کردید که ثبات و آرامش به لیبی میارید، ولی امروز ما میبینیم که نیروهای مختلفی در کشور، در شرق لیبی آقای هفتر، جنرال هفتر، در غرب لیبی و در پایتخت در واقع نیروهای مختلف به جون هم افتادن. همین چند روز گذشته در پایتخت لیبی یک بار دیگه جنگ داخلی وجود داشته. یعنی موقعی که کشورهای غربی دولت سرهنگ قذافی رو ساقط کردن، آرزوشون این بود که در مدت کمی بتونن تسلط پیدا بکنن و این کشور رو به آرامش ببرن و بتونن در واقع منافع خودشون رو در اونجا پیاده بکنن، ولی میبینیم متاسفانه چنین نشده. تا جایی که پسر آقای قذافی سیف الاسلام امروز خودش رو کاندید ریاست جمهوری کرده و میدونیم که دیروز کمیسیون انتخاباتی در واقع انتخابات 24 دسامبر که فردا باید اتفاق بیفته اینو به عقب انداخت. چرا؟ برای اینکه هنوز نتونستن در مورد کاندیداها به توافق برسن. کاندیداهایی که امروز میخوان در لیبی کاندید ریاست جمهوری بشن افرادی هستن مانند جنرال هفتر که در جنگ لیبی، در جنگ داخلی باعث کشتار هزارها و ده‌ها هزار غیر نظامی شده. او به پایتخت لیبی حمله کرد و کشتار کرد و امروز میخواد رئیس جمهور بشه. امروز سیف الاسلام که میخواد رئیس جمهور بشه پسر قذافی است که در زمان در سال 2011 از قذافی در مقابل شورشیان حمایت میکرد و امروز من به شما قول میدم اگه سیف الاسلام بتونه کاندید ریاست جمهوری در لیبی بشه در انتخابات آینده به احتمال بسیار قوی رئیس جمهور این کشور خواهد بود. امروز اختلافات زیادی بین نخست وزیر امروز لیبی و هافتر و دیگر کاندیداها وجود داره، با هم در جنگ هست. همین دیروز در واقع دولت شرق لیبی به ریاست آقای هافتر در واقع اعتراض میکنه به کشورهای اروپایی و آمریکا و سازمان ملل متحد و چنین مطرح میکنه که دیگر دولت کنونی لیبی در واقع نباید قدرت رو به دست داشته باشه. یعنی با انقضای این وقت انتخابات جدید لیبی 24 دسامبر در واقع دیگه دولت باید قدرت از دست داده باشه. اینا مشکلاتی است که امروز وجود داره در لیبی و من هیچ امیدی ندارم که در آینده نزدیکی، با آشنایی کاملی که از لیبی دارم، من 7 بار به لیبی سفر کردم، 3 بار با قذافی ملاقات داشتم و میتونم بگم که بین روزنامه نگاران ایرانی کسی بودم که بیشترین سفرها رو به لیبی داشتم. شرایط لیبی رو به خوبی میشناختم و این امکان داشتم که 3 بار با رهبر سابق لیبی مذاکره و ملاقات و مصاحبه داشته باشم و کسی که امروز برای شما این صحبت میکنه در واقع لیبی رو میشناسه و شرایط لیبی و این جامعه قبیله‌ای لیبی که اقوام مختلف امروز به جان هم افتادن و همشون مسلحان و مسلحانه به جان هم افتادن، در واقع این اجازه رو به زودی نخواهند داد که در لیبی و پایتخت لیبی یک دولت وحدت ملی
به وجود بیاد. من چنین امیدی را در آینده نزدیک در لیبی نمی‌بینم. بله، نکته مهمی بود، نکات مهمی بود در حقیقت. منم با شما همراه هستم و حتی اگر این اتفاق بیفته او برنده انتخابات خواهد شد. در مورد عربستان هم خب ما شاهد تحولات هستیم، اشاره میکنی به رابطش با چین و من عقیده دارم، باور دارم که این محمد بن سلمان، یعنی آرزو میکنم که او موفق شود. اگر او موفق شود منطقه تغییر میکنه، ایران تغییر میکنه، ایران تغییر کنه منطقه تغییر میکنه، جهان تغییر میکنه. این سفری که داشت و رفت و بالاخره دست زیر گرفت، رفت یکی یکی شیخهای منطقه رو دید و همه رو دلجویی کرد و دعوت کرد که بیاین به جده. در کنفرانس اسلامی در یا کنفرانس کشورهای حاشیه خلیج فارس در جده چه گذشت آقای دانش نازنین؟ چه اتفاق؟ شما در واقع به مطلب اشاره میکنید که بسیار به نظر من در منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه اهمیت داره. ما امروز میدونیم که در خاورمیانه سه قدرت مهم که همپیمان، دو قدرتی که همپیمان آمریکا هستند، اسرائیل و عربستان، نقش اساسی دارن و در کنار این دو قدرت این جمهوری اسلامی است که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای داره نقش بازی میکنه. چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نشته باشیم، جمهوری اسلامی داره نقش در منطقه خلیج فارس و در تحولات خاورمیانه بازی میکنه. و شما به درستی صحبت محمد ابن سلمان رو کردید. خب طبیعتا من با تمام خصوصیات محمد سلمان و اینکه در واقع در نقض حقوق بشر نقش اساسی رو داشته و در کشتن قاشقچی نقش مهمی رو بازی کرده با اونها هماهنگ نیستم و اونها نمیتونم بپذیرم. ولی آنچه را که شما مطرح میکنید و اینکه محمد ابن سلمان در واقع قدم در این مسیر برداشته که جلوی وهابیت و قدرت اسلام سیاسی را در داخل عربستان بگیره، این قدم بسیار مهمی است. اگه واقعا محمد ابن سلمان قادر باشه چنین کاری رو بکنه و در واقع این تسلط روحانیت وهابی رو در افغانستان از بین ببره و باعث اصلاحات مدنی در داخل عربستان بشه، به نظر من قدم بسیار مهمی را برداشته. این یک مطلبی است که من باید بهش اشاره بکنم. خب ما میدونیم که در سال 1979 در واقع این وهابیون بودن که به مکه و مسجد بزرگ مکه به کعبه حمله کردند و 200 وهابی بودند که خواهان سقوط سلطنت عربستان سعودی بودند و طبیعتا اونها الهام می گرفتند از انقلاب اسلامی ایران. بعد از انقلاب اسلامی ایران 1979 در دسامبر 1979 فکر می کنم بود که چنین اتفاقی در کعبه افتاد و با ورود لژیون خارجی فرانسه ابتدا سلطنت عربستان سعودی موفق شد سرکوب بکنه این وهابیون رو در داخل کعبه. به مدت یک ماه تمام 200 نیروی مسلح وهابیون بر علیه سلطنت عربستان سعودی، نیروهای امنیتی و پلیس عربستان سعودی می جنگیدن و مورد حمایت، این مهمه، مورد حمایت روحانیت وهابی عربستان سعودی بودن در خارج از کعبه و بالاخره مجبور شد سلطنت عربستان سعودی به وهابیون عربستان سعودی امتیازات زیادی بده. در واقع تمام اون پیشرفتایی که قبل شده بود، سینماها باز بود و در واقع زن و مرد میتونستن با هم در واقع همکاری داشته باشن، ادارات مشترک زن و هم با هم فعالیت میگردن، تمام این فعالیت ها رو به خواست وهابیون بعد از اتفاق کعبه در واقع رهبری عربستان سعودی از بین برد، امتیازات زیادی را به وهابیون داد تا جایی که این پلیس مذهبی بود، امر معروف و نهی از منکر بود که قدرت اساسی را در عربستان بازی میکرد. امروز اگه محمد بن سلمان بتونه
در واقع با تحولات و اصلاحاتی که میخواد بکنه نقش وهابیون عربستان سعودی، روحانیت وهابی عربستان سعودی رو کمرنگ بکنه و از بین ببره، تحول بزرگی در منطقه به وجود آورده و شما به درستی به این مطلب اشاره میکنید. و تحول دیگری رو که محمد ابن سلمان داره به وجود میاره واقع‌بینی اوست، و اینم بهش اشاره میکنم، واقع‌بینی اوست که دیگر آمریکا و غرب اون پیمانی که آمریکا با عبدالعزیز بست اون پیمان رو دیگه نمیتونه ازش حفاظت بکنه. پیمانی که بین عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان سعودی و روزولت در دریای در واقع در نزدیکای مصر متأسفانه شجاعت بر دست کانال سوئز در سال 1945 در عرشه کشتی آمریکایی بسته بود، بسته شد، به این ترتیب بود که در واقع عربستان سعودی بخشی از نفت آمریکا را تامین میکنه و آمریکا تضمین میده که همیشه حامی دولت عربستان سعودی و سلطنت عربستان سعودی باشه. بله که بهش میگن آرامکو کاملا و نفت آرامکو کاملا. و در واقع این پیمانی بود بین عربستان سعودی، یعنی عبدالعزیز پدر پادشاهان امروز عربستان سعودی و روزولت. ولی امروز محمد اسلام به این نتیجه رسیده با اتفاقاتی که بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ سرد و سقوط شوروی سابق افتاده، دیگه مسئله کمونیست و خطر کمونیست وجود نداره و امروز آمریکا دیگه اون قدرتمند سابق ابرقدرتمند سابق نیست که بتونه به اون پیمان وفادار بشه. و تحولی که امروز محمد سلمان به وجود آورده توازن قدرت‌ها در این منطقه است، حتی توازن بین منافع چین و آمریکا در عربستان سعودی، توازنی بین منافع روسیه که دیگه قدرت کمونیستی نیست و خطر کمونیسم از روسیه جهان رو تهدید نمی‌کنه، در واقع توازن بین روسیه و آمریکا در منطقه به وجود آورده، در عربستان به وجود آورده و از این توازن میخواد به نفع برای منافع عربستان سعودی استفاده بکنه برای گسترش منافع عربستان سعودی. و این دو مطلب به نظر من اساسی است و این میتونه باعث تحول زیادی باشه، باعث تحولی که میتونه ایران ما را، کشور ایران هم، یعنی جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، روزی به زانو در بیاره. و این اون صحبتی که شما مطرح کردید، در کنار اون یک بار دیگه من این مطلب مطرح بکنم، ممکنه خیلی ها با من انتقاد بکنن که تو نقش محمد ابن سلمان و نقش اساسی میدونی. من در این تحولاتی که ازش نام بردم نقش اساسی میتونم، امیدوارم که بتونه در واقع در توازنی که در منطقه باید به وجود بیاد نقش مهمی رو بازی بکنه، برای که این تحولات و این توازن در رابطه با جمهوری اسلامی و مردم ایران هم نقش اساسی رو در آینده خواهد داشت. ولی باید به این مطلب هم اشاره بکنیم که باید بگیم که محمد ابن سلمان متاسفانه تا کنون باعث نقض حقوق بشر در داخل عربستان بوده و کشتن خاشقجی، در واقع کسی که مرتکب این کشتن شده، شخص محمد ابن سلمان بوده. ولی خب ما در تاریخ داریم کسانی که چنین در واقع جرمهایی را مرتکب شدن ولی با عملیات و اقدامات بسیار مثبت خودشون در واقع تونستن نقش اساسی و تحولات اساسی را در منطقه به وجود بیارن. بله خب اون یه داستانیست که ابتدای را به نظر من یه پوست خربوزه بود زیر پاش انداختن و همون پسرعموام فکر میکنم در این داستان نقش داشتن و بعدها تحریکش کردن، اون رو هم تحریک کردن، دو طرف تحریک شدن، هم قاشقچی و هم او. و قاشقچی هم همچی بیگناه نبود، برای اینکه او هم طرف اون پسرعموها وایساده بود و این اشتباه کرد، در این اشتباه و قطع کرده، در این شکی نیست. اما همطور که شما اشاره کردیم، من هم همون مسیر رو مد نظر داشتم، اینکه این آدم بعد از اون تحولات 1980، یعنی همه ماجراها به این خمینی
کذاب دروغگو برمیگرده، همون بود که اصلا همه جهان رو شکلش رو تغییر داد. امروز هم در ایران همین وضعه. این داستان این شهلایی و این سفیرشون در مملکت یمن چیه ماجراش آقا؟ اینا دوتان یکی هن، چی میدونی شما از این موضوع؟ ببینید تا به حال اینطوری مطرح شده و متاسفانه ببینید آقای بهوانی، ما اگه یادتون باشه ما همیشه با هم این صحبت داشتیم که روزنامه نگار نباید به دام شایعات بیافته. روزنامه نگار باید خودش با استفاده از تفکر خودش بتونه تشخیص بده که در واقع در این کشورها چی میگذره و اگه اطلاعات کافی نداره لااقل سکوت بکنه. خب در روزهای گذشته چنین مطرح میشد که آقای حسن لویر آیرلو همون آقای جهانگیر شهلایی است و عضو سپاه قدس و یکی از خطرناکترین افرادی است که بر علیه منافع آمریکا و کشتار آمریکایی‌ها نقش داشته. اینو مطرح کردن و چنین مطرح شد و متاسفانه بخش زیادی از مطبوعات فارسی زبان در خارج از کشور هم به دام این شایعه افتاد و چنین مطرح کرد که در یک حمله نظامی به حسن آیرلو او کشته شده یا زخمی شده و اونو منتقل به تهران کردن و فوت کرده. ولی امروز جالبه، امروز کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا علنا مطرح کرد که این دو نفر متفاوتن. این شخص آقای جهانگیر شهلایی نیست، جهانگیر شهلایی شخص دیگری است و تا به حال آمریکا 15 میلیون دلار برای سر اون جایزه تعیین کرده که اونا بتونه به دام بندازه و امروز آمریکا وزارت امور خارجه آمریکا اینا تایید نکرد که این دو شخصیت یک نفره، یه در واقع آقای آیرلو همون جهانگیر شهلایی است و من متاسفم، واقعا متاسفم. من معتقدم که به ویژه ما روزنامه نگاران ایرانی و کسانی که خواهان تحولات عظیم در داخل ایران هستند، خواهان سقوط یا تغییر نظام جمهوری اسلامی هستید یا لااقل خواهان عقب نشینی کامل نظام جمهوری اسلامی هستید، لااقل باید حواسمون جمع باشه که به دام تبلیغات، جنگ روانی و شایعات نیفتیم. ولی متاسفانه این اتفاق افتاده و من برای من بسیار باعث تأسفه، نه تنها در این مورد بلکه در موارد زیادی چنین اتفاقاتی میفته که من معتقدم که یک روزنامه نگار باید مواظب بشه که به دام جنگ روانی و تبلیغات روانی نیفته. یعنی شما فکر میکنی که اینا دو نفره، یه نفر نیستن؟ یعنی این دروغ داره میگه؟ چرا این دروغ رو مطرح میکنه جمهوری اسلامی؟ به نظره فکر میکنه میتونه اونو رها کنه از زیر این دامی که برای چیده آمریکا؟ نه، جمهوری اسلامی اینو مطرح نمیکنه. اینو وزارت خارجه آمریکا امروز اعلام کرده که اینها دو نفرن، یک نفر نیستن. اینو جمهوری اسلامی مطرح نکرده، امروز وزارت خارجه آمریکا چنین مطرح کرده که آقای آیرلو همون آقای شهلایی نیست، دو نفر متفاوتن. این در واقع نظر دولت آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکاست. بله متوجه هستم، ولی خب این بعد از مرگ این آدم که حالا خود این مرگش هم یه سواله، برای اینکه معلوم نیست واقعا دلیل مرگش چی بوده. اولا گفتن این قاچاقی از لبنان یا سوریه بها جز سپاه قدسی بوده، یواشکی در این شلوغی ها وارد یمن شده، دولت عبدالمنصور اون رو به رسمیت نمیشناسه، حوثی ها اون رو نماینده جمهوری اسلامی یا سفیر جمهوری اسلامی معرفی میکنن و بعد مدعی شدن که این کرونا گرفته، عربستان اجازه نمیده که این از اونجا خارج بشه، بعد گفتن که ما با عربستان حرف زدیم اینو حالا منتقلش کردیم به عراق، از عراق
دارن میارنش تهران و بعد اعلام کردن که در تهران نه مرد این، ولی واقعیت داستان واقعا معلوم نیست آیا این تیر خورده مرده، آیا واقعا کرونا گرفته، چون جمهوری اسلامی هیچ چیزی که راست نمیگه. بعد اعلام کرد، او اعلام کرد که این همون شهلاییه، یعنی از طریق همین سایت های مجازیشون، نه مستقیم دولت خودشون نه، ولی سایت های مجازیشون اعلام کردن که این همون شهلاییه که آمریکایی ها در واقع همونطور که شما فهمیدید عکس العمل نشون دادن، گفتن نه آقا اینا دو نفرن، یه نفر نیستن. و من سوالم اینه که چرا ایران مدعی شد که اینا یه نفرن اول؟ چرا خودش میزنه به حماقت؟ این رو واقعا نفهمیدم، مقصودم این بود. ببینید من تا زمانی که سندی در اختیارم نباشه و شواهد بسیار قوی در اختیارم نباشه، مشکل میتونم نظر مشخصی رو بدم. همونطور که شما هم در سوالتون اشاره کردید که نظر قطعی شما هم نمیتونید بدید. ببینید، آن چیزی که برای من مهمه، یکی اینی که آن چیزی که در ایران مطرح میشه، خب رژیم تهران و ولایت فقیه خودش رسما مطرح نکرده که در واقع این یک فرد بوده، همون شهلاییست، ولی خب آمدند ارگانهایی چنین مطرح کردن و بلافاصله در واقع اونو برداشتن از روی سایت های خودشون. خب این مسئله رو، این سوال رو به وجود میاره که چرا چنین چیزهایی در ایران مطرح میشه، ولی خب این تضادم بین خود رژیم وجود داره، بین رژیم و ارگانهایی که در ایران قدرتمندن وجود داره، که رژیم از یک طرفی اینا تایید نمیکنه ولی ارگانهای مطبوعاتی چنین چیزی رو مینویسن که این دو نفر یک نفر یک فرد هستن. ولی اون چیزی که برای من اهمیت داره در واقع در کنار این موازی که در ایران مطرح میشه، خود موازی عربستان سعودی و آمریکا هم مطرح است. آمریکا همیشه مطرح کرده، هیچ زمانی سکوت نکرده. اگه زمانی شخصی را در کشوری به قتل رسونده توسط بهباد، و اونم شخص مهمی مانند شهدایی یا آقای حسن آیرلو که سفیر ایران در یمن بوده، اگه اونو به قتل رسونده و حمله کرده و اونو زخمی کرده، آمریکا همیشه اینو مطرح کرده. یعنی شواهد زیادی ما داریم که با بهبادهایی که آمریکا حمله میکنه میاد میگه ما فلان رهبر داعش از بین بردیم، فلان رهبر طالبان رو به قتل رسوندیم، فلان شخص رو در یمن نابود کردیم. ولی در رابطه با آقای آیرلو تا به حال آمریکا و حتی عربستان سعودی هیچ گونه موضع مشخصی نگرفته. این مطبوعات و ارگانهای ایرانی هستن که چنین ادعا میکنن یا چنین مطرح میکنن که در یک حمله هوایی عربستان سعودی این شخص زخمی شده، ولی خود عربستان سعودی هیچ گونه مواضع رسمی نگرفته. خب من میتونم بفهمم که عربستان سعودی در مذاکراتی که با ایران داره انجام میده و میخواد روابط نزدیکی، روابط دیگری با ایران به وجود بیاره، ممکنه اینو مطرح نکنه. ولی آمریکا همیشه زمانی که در واقع آمدن آقای سلیمانی رو به قتل رسوندن اینو مطرح کردن، زمانی که رهبر داعش رو به قتل رسوندن مطرح کردن، زمانی که رهبران طالبان رو به قتل رسوندن نام می بردن و مطرح می کردن، و امروز هم آمریکا چنین چیزی رو در رابطه با یمن مطرح نکرده. و از اونجایی که من خودم در واقع شواهدی و سندی در این مورد در نظر ندارم، نمیتونم نظر قطعی بدم که چرا موازی که در جمهوری اسلامی مطرح میشه چنین متفاوته که باعث این میشه که چنین مطرح بشه که این دو نفر یکی بودن یا این دو نفر یکی نیستن. خیلی بگذاریم از این. عرضم به حضور شما که داستان مانور هاست و مانور اسرائیل در یک طرف، در همون منطقهی که شما الان ازش اسپردی، در کنار کانال دریای سرخ به همراه کشورهای حوزه خلیج فارس، و این طرف هم سپاه پاسداران یه مانوری رو تو قشم داره انجام میده کنار خونه مردم، و مردم بیچاره اصلا متعجب و متحیر که از این همه آتش بازی. چیه ماجرا و این دوتا رو چجوری نگاه بهش میکنی شما؟
آقای بهوانی یه سوالی میکنین که بسیار به نظر من هم اهمیت داره و هم نظر دادن درباره اون به سادگی نیست. ببینید من شروع میکنم از اتفاقات وین. ما میدونیم که در وین در هفته گذشته کشورهای اروپایی شرکت کننده در مذاکرات و نماینده جمهوری اسلامی علی باقری مشترکاً چنین مطرح کردن که در وین به متن مشترکی، من تأکید میکنم و نقل قول میکنم، به متن مشترکی رسیدن که بتونن مذاکرات وین را ادامه بدن و شاید و احتمالاً به تفاهم برسن. یعنی آن چیزی که هفته پیش مطرح شد با آن چیزی که اسرائیل و حتی آقای سالیوان در دیروز و امروز در اسرائیل مطرح کرده کاملا در تضاده. آقای مورا مذاکره کننده وین با جمهوری اسلامی از طرف اتحادیه اروپا میگه که ما و جمهوری اسلامی و موقعی که از ما صحبت بکنه شکی نیست که آمریکا هم در این ما وجود داره، به متن مشترکی دست یافتیم و بر اساس این متن مشترک ما مذاکرات رو ادامه میدیم و اظهار خوشبینی میکنه که مذاکرات به تفاهم برسه. این نقل قولایی است که من دارم انجام میدم. من خودم رو در واقع نظریت خودم رو اینجا مطرح نمیکنم. اگه دقت کرده باشیم در دو هفته گذشته شدیداً کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلستان به جمهوری اسلامی در واقع اعتراض میکردن که شما با دو پیشنویس جدید تمام پیشرفت‌های 6 دوره گذشته رو در واقع زیر پا گذاشتید و خواستای شما عملی شدن نیست، قابل پذیرش نیستن، خواستای شما قابل پذیرش نیستن، ولی چند روزی نمیگذره که به متن مشترکی میرسن. خب برای من این سوال مطرح به عنوان یک روزنامه نگاری که همیشه بر اساس اسناد و شواهد مهم و معتبر میخوام تفسیر رو تحلیل بکنم، چه اتفاقی افتاده، چه بخش هایی از دو پیشنویس جمهوری اسلامی مورد قبول مذاکره کنندگان اتحادیه رو قرار گرفته که به متن مشترکی رسیدن که بتونن بر اساس این متن مشترک مذاکرات رو ادامه بدن. این سوالی است که امروز مطرح است و تا به حال مطرح نشده. خب آدم میتونه در این مورد حدسیات حدس بزنه، میتونه این مطرح باشه که خب آره، ولی یه آدمی مثل شما که همیشه ادعا میکنه که و درستم میگه تصادفاً که بایستی یه خبرنگار با سند و موثق صحبت کنه، خب این سوال اینجا همینجا پرید میاد که این چیه؟ به قول شما این چی بود؟ چرا هیچکس از این متون با خبر نمیشه؟ چرا هیچی از این مذاکرات به بیرون درس پیدا نمیکنه؟ هیچ خبرنگاری اونجا حضور نداره؟ اصلا چی میگن اینا به هم دیگه؟ چرا میگن؟ و گاه گاهی فقط همین یه فلش نیوزایی میاد که بله خوشحال شدیم، حالا ناراحت شدیم، حالا ناراحتیم، حالا خوبی، هیچ چیزی معین نیست. سوال اینه که اون طرح، به قول شما اون طرح چی بود اساسا؟ اون طرحی که ایران آورده بود چی بود که اینا قبول نکردن و اینا چی میگن که اونا قبول نمیکنن؟ سوال من اینه واقعا. بفرمایید. سوالی بسیار مهم و به جایست آقای بهبانی. من سعی میکنم نظر خودم رو بدم ولو اینکه اشتباهی هم در نظریات هم داشته باشم. ببینید واقعیت اینه که اسرائیل از ابتدای مذاکرات وین همیشه مطرح کرده که من هیچ توافقی را نخواهم پذیرفت و حتی در سفر آقای بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل به آمریکا و نشستش در پنتاگون در دو هفته گذشته اینو مطرح کرد و حتی در سفر آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی آقای جو بایدن که دیروز و امروز حتی در اسرائیل و در مذاکراتش با رئیس جمهور اسرائیل آقای هرتسوک و مذاکراتش با بنت، نفتالی بنت نخست وزیر این کشور و آقای بنی گانس وزیر دفاع این کشور، در واقع هر سه مذاکره کننده با آقای سالیوان، مذاکره کننده اسرائیلی با آقای سالیوان میگن که ما
در واقع توافقی را نمیپذیریم. تا به حال این مطرح است و حتی آقای جک سالیوان مطرح میکنه که اونم تردید داره که چنین توافقی اتفاق بیافته. اینا امروز یا فکر میکنم دیروز سالیوان در واقع در بیت المقدس در اورشلیم اینو مطرح کرد بعد از مذاکراتی که با رهبران اسرائیل داشت. در واقع یکی از دلایل مهم اینه که اسرائیل شدیداً مخالفت میکنه، تا جایی که در روزهای قبل از کریسمس، عید کریسمس، آقای جو بایدن مشاور امنیت ملیش رو یک بار دیگه به اسرائیل میفرسته که بتونه نرمش در مواضع اسرائیل به وجود بیاره، نرمش در آن چیزی که به وجود بیاره که در وین مطرح شده، یعنی اون متن مشترک، یعنی اون متن مشترک. حالا شما این سوال رو به خوبی مطرح میکنید، اون متن مشترک چی میتونه باشه؟ خب میتونه این متن مشترک یکی از در واقع مواضع جمهوری اسرائیل باشه که دستیابی پیدا کرده به غنیسازی اورانیوم در سطح با خلوص 60%. شاید جمهوری اسلامی پافشاری میکنه که در واقع در مذاکرات آینده یا در توافق آینده باید مذاکره کنندگان بپذیرن که جمهوری اسلامی به این فناوری دست پیدا کرده. مطلب دومی که مطرح است و جنجال سیادی در واقع به وجود آورد این بود که آقای اولیانوف سفیر روسیه در مجامع بین‌المللی در وین مطرح کرد که سانتریفوژای پیشرفته ایران یا باید نابود بشن یا باید از کشور خارج بشن، ولی طرح دیگر رو مطرح کرد و یا باید در داخل ایران محرومون بشن و زیر کنترل و نظارت آژانس بین‌المللی اتمی باشن. اینا آقای اولیانوف مطرح کرد و خب ما میدونیم که تمام مطبوعات ایرانی زبان چنین مطرح کردن که اولیانوف داره خنجر میزنه به جمهوری اسلامی. من معتقدم که نه، آقای اولیانوف در واقع همون مواضع جمهوری اسلامی رو مطرح کرده. او سه مواضع رو مطرح کرده، میگه که طبق برجام و توافق اتمی ایران اجازه نداشته تا خلوص 60% اورانیوم غنی بکنه و ایران اجازه نداشته از سانتریفوژای بسیار مدرنتری استفاده بکنه، ولی حالا واقعیت اینه که چنین سانتریفوژایی وجود داره، این فناوری رو ایران به دست آورده و بنابراین سه راه بیشتر وجود نداره و اون پیشنهاد آقای یا این سه راهی که آقای اولیانوف مطرح میکنه، میگه یکی که باید این سانتریفوژا از بین برن، یکی این که این سانتریفوژا از ایران خارج بشن، و یکی این که در داخل ایران حفظ بشن، محرومون بشن، حفظ بشن و نگهداری بشن. طبیعتا من به این نتیجه میرسم موقعی که چنین چیزایی مطرح میشه در وین و اینکه متن مشترکی در واقع بر متن مشترکی توافق شده، میتونه اینم باشه که سانتریفوژای پیشرفته در داخل ایران محرومون بشن و در کنترل آژانس بین‌المللی اتمی قرار بگیرن. یعنی ایران میخواد اینا رو داشته باشه. اگر روزی در آینده یک بار دیگر آمریکا از توافق اتمی خارج شد، بتونه این سانتریفوژا رو به کار بگیره و در واقع غنیسازی اورانیوم در خلوص با خلوص 60% و حتی تا 90% رو ادامه میده. من اینو از نظر خودم دارم مطرح میکنم، نمیدونم واقعا ایران اینو مطرح کرده، ولی میتونه چنین چیزی باشه. طبیعتا اسرائیل مخالف شدید اینه، طبیعتاً اسرائیل مخالف شدید اینه، ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم که کشورهای اروپایی، انگلستان، فرانسه و آلمان و اتحادیه اروپا و حتی آمریکا خواهان توافقن، خواهان جنگ دیگری در منطقه نیستن. ما امروز موقعی که به سخنان آقای جک سالیوان اشاره بکنیم در اورشلیم در بیت المقدس، جک سالیوان در واقع چنین مطرح میکنه که سه راه بیشتر وجود نداره. اینو با رهبران اسرائیل امروز مطرح کرده. جک سالیوان میگه که رسیدن به توافق در هفته‌های آینده، باید به توافق برسیم، این یک راست، ولی او تردید میکنه که در هفته‌های آینده آمریکا با ایران به این توافق برسه.
دومین رایی رو که جک سالیوان مطرح میکنه، میگه توافق متوقف تحت عنوان توافق در برابر توافق، یعنی قدم به قدم امتیازی بدیم امتیازی بگیریم، در واقع انجماد در مقابل انجماد. یعنی از ایران بخوایم که سطح غنی‌سازی اورانیوم رو در 60% متوقف بکنه، آمریکا بیاد امتیازاتی بده، بعضی از تحریم‌ها رو برداره. این دومین رایی است که آقای جک سالیوان مطرح میکنه. سومین رایی که جک سالیوان مطرح میکنه بسیار مهمه، اینا در اورشلیم و در مذاکراتش با رهبران اسرائیل مطرح میکنه. میگه عدم دستیابی به توافق و اعمال تحریم و فشارهای جدید به جمهوری اسلامی، سومین رای اینه که اگه عدم دستیابی به توافق برسیم، ما باید تحریما و فشارهای جدیدی را بر علیه جمهوری اسلامی اتخاذ بکنیم. یعنی هیچ گونه اشاره‌ای به گزینه نظامی آقای سالیوان در اورشلیم نمی‌کنه، در حالی که رئیس ارتش مشترک اسرائیل در سابق آقای کوخاوندی مطرح کرد که ما میتونیم هر زمانی به ایران حمله بکنیم، و رئیس ارتش مشترک اسرائیل که در ماه آوریل سال 2022 به این مقام میرسه، دیروز مطرح کرد که ما در 24 ساعت قادریم به ایران حمله نظامی بکنیم و تاسیسات اتمی ایران رو نابود بکنیم. ببینید مواضع چقدر با هم اختلاف داره، و به همین خاطر آقای جو بایدن در هفته‌های گذشته طبق اطلاعات مطبوعات خود آمریکا هیچ تماسی با آقای نفتالی بنت نداشته. یعنی دلایل اصلی در واقع این اختلافات بین اسرائیل و آمریکا از یک طرف، و این که در واقع از طرف دیگه اینی که آمریکا خواهان اینه که به توافق برسه در وین با ایران و خواهان جنگی نیست. و موقعی که آقای سالیوان صحبت از این میکنه که ما تحریما رو فشار خواهیم داد، فشارهای بیشتری به ایران وارد خواهیم کرد در صورتی که عدم دستیابی به توافق برسیم، این نشون دهنده اینه که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا به هیچ ترتیب خواهان جنگی با ایران نیست. و خب از طرف دیگه آقای بهبهانی به این مطلب اشاره بکنیم، با تمام تحریم‌های حداکثری که آقای ترامپ کرد و تحریم‌هایی که هنوز وجود داره و تحریم‌هایی که آقای بایدن به اونها اضافه کرده، ما هنوز می‌بینیم که جمهوری اسلامی در رابطه با گسترش پروژه اتمیش داره قدم برمی‌داره و هیچ عقب نشینی نکرده. ولی تا کنون آمریکا از گزینه نظامی صحبت نمی‌کنه، این اسرائیلی که از گزینه نظامی صحبت می‌کنه. و مشکل آمریکا هم در واقع با اسرائیل همینی که اسرائیل از آمریکا می‌خواد که وارد جنگی با ایران بشه، و آمریکا خواهان چنین جنگی نیست. این مشکل اساسی است به نظر من، و این جوابیش به سوال شما که چرا مفاد این توافق رو بیان نمی کنن. ممنونم ازت. اما بذارید اینجا یه نگاهی بکنیم، فرصت چندانی زیاد وقتتو گرفتم، فقط پرسش آخرم برمی گرده به این وضعیت جنگ حوثی ها. چی می‌بینی عاقبت این کار رو؟ امروز دوباره عربستان مدعی است که حملات هوایی گسترده‌ای به مواضع ایران در شمال یمن انجام داده. چه می‌بینی صحنه مقابل رو؟ چه اتفاقی می‌افته در یمن؟ ببینین اون جنگ روانی رو بذاریم کنار، اون جنگی که عربستان سعودی مطرح می‌کنه که ما پیروز نظامی هستیم و بر مواضع جمهوری اسلامی در شمال شرق یمن حمله کردیم. واقعیت اینه موقعی که عربستان از مواضع جمهوری اسلامی در شمال شرق صحبت میکنه، در واقع همون نیروهای حوثی ها هستن. خب حتی دولت آمریکا و پنتاگون تا به حال مطرح نکرده که جمهوری اسلامی در تضاد با سوریه در شمال شرق یمن پایگاه نظامی داره و مواضع نظامی داره. جمهوری اسلامی حامی حوثی است. جمهوری اسلامی تکنولوژی موشکی رو به حوثی ها میده. جمهوری اسلامی سعی میکنه تجهیزات نظامی به حوثی ها بده. همه این موارد درسته، ولی اینکه
موازه نظامی و پایگاه نظامی در شمال شرق یمن داشته باشه، از دیدگاه من و با شناختی که از منطقه دارم و یمن دارم، من چندین بار سفر به یمن کردم، معتقد نیستم که جمهوری اسلامی نیرو و سرباز در شمال شرق یمن داره که عربستان سعودی به اون حمله بکنه. خب حملات عربستان سعودی بر علیه موازه حوثی ها گرچه باعث کشتار عده زیادی از جنگجویان حوثی ها شده، ده ها هزار نفر حوثی کشته شدن، صد ها هزار نفر مردم بیگناه این کشور کشته شدن، همکنون بیش از دو سوم مردم یمن در خطر مرگ بر اثر گرسنگی قرار دارن. اینا واقعیتی که باید بهش اشاره بکنیم، ولی عربستان سعودی پیروزی نظامی نداشته، این واقعیتی است که باید بهش اشاره بکنیم. عربستان سعودی در صدد اینه که ایران رو وادار بکنه. یکی از شرایطی که عربستان سعودی برای مذاکره با ایران میذاره اینه که به حوثی ها فشار بیاره که حوثی ها وارد مذاکره با عربستان سعودی و دولت منصور هادی بشن، دولتی که عربستان سعودی اونا میپذیره، رئیس جمهوری که عربستان سعودی اونا در یمن پذیرفته و در واقع جوامع بین المللی هم منصور هادی رو به عنوان رئیس جمهور پذیرفته. در واقع عربستان سعودی خواهان اینه که ایران باعث این بشه که حوثی ها آتش بس رو بپذیرن، با عربستان سعودی و دولت مورد حمایت عربستان سعودی منصور هادی مذاکره بکنن و به راه حلی برسن. تا به حال حوثی ها اینا نپذیرفتن، این واقعیتی که باید بهش اشاره بکنیم. و امروز ما میبینیم به استان ماراب حمله میکنن و به شهر بزرگ استراتژیک ماراب حمله میکنن. این شهر را در محاصره خودشون دارن و بنابراین باید بگیم 7 سال بعد از جنگ عربستان سعودی بر علیه حوثی ها، ضربه اساسی به مردم این کشور خوده، مردم در حال فقر و نابودی و در واقع نابودی قرار گرفتن، ولی حوثی ها به لحاظ نظامی از بین نرفتن و من هیچ شک و تردیدی ندارم که حوثی ها به جنگ خودشون ادامه خواهند داد. و تنها امیدی که وجود داره اینه که در مذاکراتی که بین نظام جمهوری اسلامی، رژیم تهران و عربستان سعودی اتفاق میافته، به طریق اونها بتونن این مشکل رو حل بکنن و ایران بتونه فشار بیاره به حوثی ها که به طریقی با عربستان سعودی و دولت یمن، دولت رسمی یمن به ریاست منصور هادی در واقع با اونا مماشات بکنن و راه حل سیاسی و دیپلماتیک در یمن پیدا بکنن. راه حل نظامی در یمن وجود نداره. بسیار آقا ممنون، متشکر، سپاس و صد سپاس از همه مهرت و در این آستانه سال نو برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، به راستی آرزوی بهترین داریم تا فرصت دیگر که فکر میکنم اولین هفته سال جدید باشه که در خدمتت هستیم. ممنونم آقای دانش، سپاسگزارم از حضور بدرود. برات آرزوی بهتری میکنم. متشکرم. ممنون. بهاد دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای دانش نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی، از بده اینو درست کنیم و برگردیم بر، کمکی به ما کرده باشد. مهر کنید این کتاب ها رو تهیه کنید. این بزرگان یه جوری باید ازشون قدردانی کنیم. گفتم هیچ راهی ما نداریم، ما همین عده‌ای هستیم که هستیم، نه پشوانه‌ای داریم، نه نمیدونم در پشتی هست، نه هندونه‌ای از در پشتی وارد میشه، هیچی، همینی که میبینی، نه مادر بزرگ آزاده هست، نمیدونم ببرالملوکی وجود داره، نه پلنگ و سلطنه‌ای، همین عده‌ای هستیم که قادر هستیم ولی قوی هستیم. ممکنه کم باشیم ولی مطمئنم که با اراده هستیم، قوی هستیم و در تلاشیم برای رسیدن به یک دنیای بهتر برای هممیهنمون، برای میهنمون. برای تو عزیز نیز آرزوی بهترین دارم. باز هم خواهش میکنم که کتابا رو تهیه کنید، همت کنید. ممنون.